سلام یوتیوب و دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. توی این ویدیو قراره تصمیم بگیریم که مانیتور چی بخریم. من مسعود هستم و شما یکی از ویدیوهای کانال بی پرو رو تماشا میکنید. توی این ویدیو قراره پارامترهای انتخاب یک مانیتور مناسب برای کارمون رو بررسی بکنیم. اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد لطفا فراموش نکنید که کانال من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید، اگر نظری هم دارید حتما اون زیر واسه من کامنت بکنید. هر جور فکر کردم دیدم که 5 تا پارامتر رو برای انتخاب مانیتور مناسب کارمون باید در نظر بگیریم که اولیش سایز بسیار نکته مهمیه. سایز تعیین کننده خیلی از پارامترهای دیگه هم هست. حالا بهتون توضیح میدم که چرا و چجوری. پیشنهاد من اینه که اگر میخواید مانیتور مناسب واسه کارتون بگیرید، لطفاً سراغ سایز کمتر از 24 اینچ نرید. حالا اینکه چرا میگم سایز 24 اینچ، جلوتر اینو بهتون توضیح میدم. اما اول بریم سراغ سایز. اینکه سایز مانیتور چجوری تعیین میشه، چجوری مثلا بهش میگن 24 اینچ و 19 اینچ و یا مثلا روی تلویزیون میگن 43 اینچ و 55 اینچ و اینطور داستانا، اصلا کجاشو دارن اندازه گیری میکنن؟ برای سایز یک مانیتور قطرشو در نظر میگیرم. توی تلویزیون هم همینجوریه. اینو توضیح دادم، شاید خیلیاتون بگید خب ما اینو میدونستیم. من اینو واسه دسته از افرادی توضیح دادم که حتی این رو هم نمیدونن. یعنی تصمیم گرفتم که توی ویدیوام طیف وسیع‌تری از آدم‌ها رو در نظر بگیرم. خب اگه قرار باشه یه مانیتور مناسب برای کارمون در نظر بگیریم، اولین موردی که باید در نظر داشته باشیم سایزه. خب اینم گفتیم که قطر مانیتور نشانگر سایزش هستش. بنابراین وقتی که داریم میگیم یه مانیتور 24 اینچه، در واقع طول قطرش رو داریم در نظر میگیریم. حالا چرا مانیتورمون کمتر از 24 اینچ نباشه؟ اگر مانیتوری که می‌خرید 24 اینچ باشه با نسبت تصویر 16:9، باید رزولوشنش 1920 در 1080 باشه. این مناسب‌ترین سایز مانیتور برای رزولوشن فول اچ دی، یعنی 1920 در 1080. حالا اینکه رزولوشن رو چه چیزی تعیین میکنه، رزولوشن رو سایز و نسبت تصویر مانیتور تعریف میکنه. بنابراین اگر شما نسبت تصویر 16 از مانیتور استاندارد با نسبت تصویر 16:9 استفاده بکنید، اگر سایزتون کمتر از 24 اینچ باشه، مانیتور شما میتونه فول اچ دی باشه، اما سایز کمتر از 24 اینچ مناسب رزولوشن فول اچ دی، یعنی 1920 در 1080 نیست. به خاطر همین سمت مانیتورهای کمتر از 24 اینچ نرید. نسبت تصویر شاید توضیح دادنش یکم پیچیده باشه، اما شما خیلی به خودتون سخت نگیرید. نسبت تصویر نسبت طول به عرض مانیتور رو میگه. یه سری بزنیم به گذشته، تلویزیون‌های قدیمی تصویراشون مستطیل بود، اما انگار شبیه مربع بود. تقریبا تلویزیون‌های رنگی که لامپ تصویر داشتن، حتی مانیتورهای CRT که لامپ تصویر پشتشون بود، وقتی خیلی دقت می‌کردید تصویرشون مستطیل بود، اما یه جورایی مربع به نظر می‌رسیدن. اون مانیتورها نسبت تصویرشون 4:3 بودش. حالا همین نسبت تصویر تو دنیای امروز هم داره ازش استفاده میشه، که اگه بخوام واسه تون مثال بزنم، مک بوک پرو، آیپد پرو، حالا همشون دارن از نسبت تصویر 4:3 استفاده میکنن. شاید هم یه جایی از 16:9، ولی اکثرا از 4:3 دارن استفاده میکنن. و اگر بخوایم توی این نسبت تصویر یکم بیایم و واید تر بشیم، باید بریم سراغ نسبت تصویر 3:2 که روی تبلت های مایکروسافت، روی سرفیس پرو، سرفیس بوک و حتی روی سرفیس استودیو، اگر برید اسپکش رو بخونید میبینید که داره از نسبت تصویر 2:3 استفاده میشه. اما
استانداردترین نسبت تصویر الان توی تلویزیون‌های امروزی و روی مانیتورهای امروزی که مناسب‌تر واسه کار طراحی هم هستن، نسبت تصویر 16:9 هست که بهش میگن نسبت تصویر واید. یک تصویر نسبتاً عریض بهتون میده که استانداردترین نسبت تصویر، و نگم استاندارد چون نمیتونیم بگیم که چی استاندارده که بقیه بخوان از اون پیروی بکنن، بهتر بگم پرکاربردترین نسبت تصویریه که الان وجود داره، نسبت تصویر 16:9. و حالا نسبت تصویرهای مختلف رزولیشن های مختلفی دارن، لیستی از رزولیشن ها دارن که حالا اجازه بدید نسبت تصویر اولترا واید رو هم که 21:9 هستش بهتون بگم، و نسبت تصویر عریض‌تر از 16:9 نسبت تصویر 21:9 هستش که اولترا واید هستش، که هم مناسب برای طراحی هم برای گیم، که پیشنهاد من نسبت تصویر 16:9 و 21:9 بنا به نیازی که دارید، حالا یا میخواید کار طراحی انجام بدید، یه سری مصرف‌های روزانه از مانیتور دارید، یا اینکه میخواید کار گیمینگ انجام بدید. هر کاری که بخواید انجام بدید باید مانیتوری بگیرید با سایز و نسبت تصویر مناسب با کاری که میخواید انجام بدید. هر کدوم از این نسبت تصویرها لیستی از رزولیشن ها دارن که در واقع مطابق با اون نسبت تصویریه که مانیتور شما داره، که تو قسمت بعدی توضیح میدم. اول اجازه بدید رزولیشن رو به بیان ساده تر بگم، بعد بریم سراغ بحثای حرفه‌ای ترش که ببینیم چه رابطه‌ای با نسبت ابعاد تصویر داره. رزولیشن تعداد و تراکم پیکسل‌های تشکیل دهنده تصویر هستن که که تو حالت‌های مختلف اون رنگ خاص رو به خودشون می‌گیرن. اما تراکمشون چجوری مشخص میشه؟ یعنی وقتی ما میگیم یه مانیتور فول اچ دی هستش و رزولوشنش 1920x1080 هستش، این 1920x1080 دقیقاً کجای این پیکسل هایی هستش که ما داریم ازشون صحبت میکنیم؟ 1920 یعنی عدد اول، تعداد پیکسل هایی هستش که به صورت افقی در مانیتور وجود دارن، و 1080 یعنی 1080 تعداد پیکسل هایی هستش که به صورت عمودی در مانیتور قرار دارن. بنابراین این 1920x1080 پیکسل با هم ضرب میشن و تراکم پیکسلی مانیتور ما رو تشکیل میدن. بنابراین هرچی این تراکم پیکسلی بیشتر باشه، تصویری که از طرف مانیتور به شما ارائه داده میشه کوالیتی بیشتر و کیفیت بیشتری داره. حالا بیام کیفیت تصویرها رو تو همین قسمت رزولوشن بهتون توضیح بدم. HD، Full HD، 4K این پرکاربردترین رزولوشن هایی هستش که الان روی مانیتورهای فعلی وجود داره. اول رزولوشن 1366x768 که رزولوشن HD رو تشکیل میده، بعد از اون 1920x1080 که رزولوشن فول اچ دی رو که خیلی به گوششون خورده رو تشکیل میده، و بعد از اون رزولوشن 3840x2160 اگر اشتباه نکنم رزولوشن 4K رو تشکیل میده. اگر اشتباه گفتم کامنت بذارید برام. این رزولوشن های تصویری بود که در حال حاضر روی مانیتورهای فعلی برای نسبت تصویر 16:9 داره استفاده میشه. حالا چرا اینقدر تاکید میکنم نسبت تصویر 16:9؟ بیایید در نظر بگیرید یه دونه مانیتور نسبت تصویرش 21:9 باشه به جای 16:9، یعنی که مانیتور عریض‌تری باشه. این که میگیم عریض یعنی در واقع طولش بیشتر باشه. خب یک مستطیل رو در نظر بگیرید به صورت لندسکیپ، طولش بیشتر باشه دیگه نمیتونه 1920x1080 باشه. اگر این اتفاق بیفته یعنی اینکه کیفیت تصویر شما به صورت افقی تعداد پیکسلاش شکاف بیشتری دارن و تراکم بیشتری در عرض تصویر وجود داره. به خاطر همین وقتی شما دارید از رشیو یا نسبت تصویر 21:9 صحبت میکنید، قطعا دیگه
عدد افقیتون 1920 نیست، یه عدد قطعاً بزرگتری هستش. حالا تازه اگر استاندارد باشه و بخواد روی 16 و روی 21 به 9 به شما تصویر فول اچ دی بده، اگر بخواد روی همین نسبت به شما در واقع تصویر 4K بده که خیلی دیگه عدداش بزرگتر و بزرگتر میشن. اینم از رزولوشن. اما بریم سراغ پارامتر چهارم، یعنی جنس پنل مانیتور. همین اول بگم، به طور عمده سه تا پنل پرکاربرد داریم که برای ساخت مانیتورها ازشون استفاده میکنن. اولیش TN، چه ویژگی هایی داره، چه نقاط قوتی داره، چه نقاط ضعفی داره. اول بریم سراغ رنگش. رنگش افتضاحه. یعنی چی؟ یعنی یه جورایی انگار خاک مرده ریختن روش. بخوام بیشتر بهتون توضیح بدم و بهتر بهتون توضیح بدم، یه لباس رو در نظر بگیرید که خیلی سابیدید و شستیدش، یه جورایی رنگش رفته، مدل رنگاش انگار که رنگاش شسته شده است و اون شارپ بودن لازم رو نداره. یکی از بزرگترین نقاط ضعف پنل های TN اینه. اما نقاط قوتش چیه؟ نقاط قوتش ریفرش ریت تصویرشه، یعنی نرخ تازه سازی تصویر که با هرتز نشونش میدن. توی اکثر مانیتورها این 60 هرتزه، توی مانیتورهای TN 144 هرتز و بالاتر 200 خورده هرتز و عددهای عجیب غریب. و این چه این مانیتور، این نو پنل توی مانیتورها به درد کیا میخوره؟ به درد گیمرها میخوره. گیمرها به خاطر نرخ تازه سازی تصویر، یعنی اینکه توی حرکت‌های خیلی سریع توی گیم تصویر اصطلاحاً موشن بلر نمیشه. یعنی چی؟ یه جسم توی تصویر وقتی با سرعت زیاد حرکت میکنه اصطلاحاً بلر میشه، یعنی یه جورایی مات میشه. اگر بخواد اون تصویر بخواد اون شارپنس خودش رو داشته باشه، باید نرخ تازه سازی تصویر یا همون ریفرش ریت تصویر بالا باشه، خیلی بالاتر از 60 هرتز و 75 هرتز و اینطور داستانا باشه. به خاطر همین مانیتورهای TN خیلی خوب پاسخگوی این موضوع هستن و نرخ تازه سازی تصویرشون خیلی فسته، به خاطر همین برای گیمینگ مناسبه، ولی رنگشون واسه گیمینگ مناسب نیست. دسته دوم مانیتورها، دسته دوم پنل ها که توی مانیتور های امروزی هم خیلی استفاده میشه، پنل های IPS هستش که خیلی مناسب برای کار طراحی هستش. دیزاینرها یه جورای عاشق تصویر های IPS هستن. و اینکه IPS ها چه ویژگی دارن، رنگ ها خیلی توشون واقعی هستن، شارپنس تصویر خیلی بالاه، یعنی شما از دیدن رنگ ها خیلی لذت میبرید توی مانیتورهای IPS. اما ضعفی که مانیتورهای IPS دارن چیه؟ اینکه برعکس مانیتورهای TN نرخ تازه سازی تصویرشون پایینه، یعنی 60 هرتز و 75 هرتز و توی این عددا بیشتر صحبت میکنن. اما اگر بخواید پنل IPS با ریفرش ریت بالاتر داشته باشید، وجود داره، ولی بابتش خیلی باید پول بدید و خیلی گرونه اگر بخواید پنل IPS با ریفرش ریت بالا استفاده بکنید. به خاطر همین الان گیمرها حاضرن هزینه بالاتری بدن که بتونن هر دوتا ویژگی رو داشته باشن، یعنی هم رنگ خوب داشته باشن، هم نرخ تازه سازی تصویر بیشتری داشته باشن و تصویرشون سریعتر باشه. به خاطر همین میان سمت پنل های IPSی که ریفرش ریت سریعتری دارن و حاضر میشن بابتش پول بیشتری هم پرداخت بکنن، که اونجا دیگه یه تیر دو نشون زدن و همین موضوع باعث شده که یه جورایی پنل های TN برن به سمت منسوخ شدن. اما دسته سوم پنل ها که میخوام بهتون توضیح بدم، پنل های VA هستن. این پنل ها چه ویژگی هایی دارن، به درد چه کارایی میخورن و چه جوری هست؟ پنل های VA دقیقا بین پنل های IPS و TN وایستادن، یعنی هم
رنگشون از پنل های تی ام بهتره، در بعضی از مواقع رنگشون حتی از پنل های آی پی اس هم بهتر. این از این. خب ولی معمولا بین این دوتا وای میستن و نرخ در واقع تازه سازی تصویرشون یا همون ریفرش ریتشون دقیقا بین پنل های تی ام و پنل های آی پی اس هستش. قیمت خاص خودشون رو دارن، نمیتونی بگی واسه گیم مناسبن و نمیتونی بگی واسه کار طراحی مناسبن، یه جورایی واسه فیلم دیدن مناسبن، یه جورایی واسه اینترتینمنت مناسبن به خاطر مدل تصویری که ارائه میکنن. هر کدوم از این پنل ها هم در واقع یک ویژگی دیگه دارن که این رو هم باید بهتون توضیح بدم. پنل های آی پی اس معمولا پنل هایی هستن که مات هستن. خیلی دقت کنید اگر کار طراحی انجام میدید از پنل آی پی اس مات استفاده بکنید. دلیلش هم اینه که شما معمولا توی خونه، توی استودیو کارتون یک سری نور دارید، این نورها منعکس میشن روی مانیتور شما و بازتاب دارن توی چشم شما. وقتی شما در هنگام طراحی داری از پنلی استفاده میکنی که بازتاب نور داره، دقت تصویرت پایین میاد و ممکنه که توی کارت، که نمیتونم بگم ممکنه، قطعا توی کارت تأثیر میذاره و قطعا در طولانی مدت چشمت رو خسته میکنه. به خاطر همین بهتره که از پنل های مات استفاده بکنید که اکثر پنل های آی پی اس پنل مات هستن. و البته خود من یه جورایی عاشق پنل آی پی اس هستم و پنل آی پی اس رو حتی با 60 هرتز و 75 هرتز ترجیح میدم به پنل های مثلا وی ای با نرخ ریفرش ریت بالاتر. به خاطر همین یکی از بهترین گزینه ها الان برای انتخاب مانیتور پنل های آی پی اس هستن. من فکر میکنم که چون ضعف ریفرش ریت رو برطرف کردن حتی به قیمت بالاتر، یه جورایی میصرفن و اگر حرفه‌ای هستید و میخواید برید سمت پنل هایی که بهتر هستن، من آی پی اس رو پیشنهاد میدم. ولی بعدش فکر میکنم که اگر بخواید کمتر هزینه بکنید میتونید از پنل های وی ای هم استفاده بکنید. اما بریم سراغ پنجمین پیشگی. سوال اینجاست، مانیتوری که میخوام بخرم کرو باشه یا فلت باشه، یعنی تخت باشه یا منحنی باشه؟ خب من اگر بخوام کار گیم انجام بدم، ترجیح هم اینه که از پنل کرو استفاده بکنم. اگر بخوام کار طراحی انجام بدم، ترجیح هم اینه که از پنل فلت یا همون تخت استفاده بکنم. بسته به نیاز شما میرید و پنل تخت یا منحنی خودتون رو انتخاب میکنید. اگر من باشم یه پنل تخت انتخاب میکنم، چون اگر پنل تخت بگیرم میتونم گیمم استفاده کنم. اما اگر پنل منحنی بگیرم، یعنی اولویت اولم گیم باشه، رو پنل منحنی نمیتونم کار طراحی انجام بدم. دلیلش هم اینه که اگر بخوام این کار رو انجام بدم، در طراحی من با یه سری خط و خطوط سر کار دارم که اون خط و خطوط نمیتونن توی مانیتور کرو صاف توی چشم من باشن. بخاطر همین قطعا من دچار خطا میشم و نمیتونم اونطوری که باید طراحی بکنم. اما اینکه پنلم واید باشه یا اولترا واید باشه، اون یه موضوع دیگه است. پنلتون میتونه واید باشه، میتونه اولترا واید باشه. اگر پنلتون واید باشه و بخواید چند تا پنجره کنار هم داشته باشید، میتونید تو پنل وایدتون در واقع هم توی ویندوز هم توی مک دسکتاپتون رو ورق بزنید و دسترسی پیدا کنید به صورت همزمان به چند تا پنجره. اما اگر واید بگیرید، همه پنجره ها رو کنار هم دیگه دارید، کمتر احتیاج پیدا میکنید که بخواید پنجره هاتون رو، دسکتاپ هاتون رو برق بزنید و دسترسی پیدا بکنید پنجره های مختلف. یه ویدیو قبلا درست کردم از ویژگی های جدید ویندوز 10 که چجوری میتونید بین دسکتاپ هاتون سویچ بکنید توی مانیتورتون. این بالا لینکش رو گذاشتم، میتونید ببینید. اما اینو بهتون بگم که اولویت اولتون رو بذارید روی پنل و
بعد از اون بذارید روی رزولیشن خیلی واسه تون اهمیت نداشته باشه که حالا مانیتوری که دارم میگیرم واید باشه یا اولترا واید باشه، چون وقتی که این پارامتر یکی از پارامترهایی که خیلی باید به خاطرش پول خرج بکنید، به خاطر همین من توصیه میکنم که خیلی فکرتون رو روی این موضوع نذارید. یه پنل واید با سایز 24 هم جوابتون رو میده، خیلی سراغ این نباشید که یعنی واید و اولترا واید رو بذارید اولویت بعدی. اینکه سایز رو مهمه از یه حدی کمتر نباشه، ولی از یه حدی بیشتر بخواد باشه خیلی اولویت نداره. بازم تاکید میکنم اون چیزی که در مانیتور بین این 5 تا پارامتری که من بهتون گفتم اهمیت داره، رزولیشن تصویر و نوع پنله. این دوتا رو در نظر بگیرید و برید سراغ مانیتور مورد نیاز خودتون. خب رفقا دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. سعی میکنم ویدیوهایی که کاربرد داشته باشم به این سبک بیشتر بسازم. شما هم فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید، چون اینجوری خیلی من رو حمایت میکنید و یه جورایی به حمایتتون خیلی احتیاج دارم. زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید. همونجور که اول ویدیو گفتم، حتما اگر نظری دارید برای من کامنت بکنید. دمتون گرم.